عرض ادب دارم. خدمتتون عرض کنم که میدونم خیلی کسا هستن که حوصله حرفای ادبیات یا هنر در قالب فرم‌های مختلف ارزش، مخصوصاً تئاتر کلاسیک رو ندارن. هیچ ایرادی هم نمیگیرم، ولی اگر به این مقولات و همینطور سیاست علاقه ندارید، شاید این برنامه، این گفتگویی که خواهم داشت مورد نظر شما نباشه، برای اینکه شخصیتی رو باهاش هستم که عمریست در کار ادبیات، مخصوصا هنرهای بصری، هنرهای نمایشی، و کسیست که اگر شما به این مقولات علاقه من هستید متوجه میشید که چه کارهای باشکوهی رو انجام داده. محمود کریمی حکاک نازنین، خیلی خوش اومدی به لس آنجلس. متشکرم سهراب جان، من خیلی خیلی خوشحالم که در خدمت شما هستم، سهراب اخوان بسیار نازنین و همینطور بیننده های بسیار خوبت. محمود جان، اگر بخوام در مورد تئاتر و کارهای نمایشی تو صحبت بکنم خیلی مفصل خواهد بود و مخصوصا بعضیاش در عقل و شعور و حتی آگاهی من هم نمی گنجه که به اونجا خواهم رفت. اما قبل از اینکه اون رو مطرح بکنم، میخوام به کار ادبیات تو اشاره بکنم و اون اینه که حافظ رو ترجمه کردی. چه نیازی بود که حافظ ترجمه بشه؟ ببین، تقریبا میشه گفت آدم هر کاری که میکنه یک واقعا از روی احتیاجه. من همونطور که میدونی دو تا دختر دارم که تازه دارن تینیجر میشن، تازه داره 14 سالشون میشه، و خب مثل تمام بچهای نسل دومی که توی یک کشور دیگه دارن بزرگ میشن، متاسفانه فارسیشون اونجایی نیست که من دلم میخواد باشه. یعنی به یه طریقی انگلیسیشون بسیار بسیار قوی تر شده از فارسیشون. من متوجه شدم چند سال پیش، متوجه شدم وقتی که دارم حافظ رو میخونم برای دخترام، میفهمن، ولی اون آرزوی این که بتونم ازشون بخوام اونام بخونن یا با نگاه به تکست، با نگاه به نوشته درک بکنن و بتونن روش تأمل بکنن، خیلی تقریبا میشد گفت غیر ممکن بود. و شروع کردم حافظ رو برای اینا ترجمه کردن. بعد دیدم که ترجمه هایی که ما از حافظ داریم خیلی ادیبان است، خیلی خوبن، خیلی نازنینن، خیلی درستن، ولی با یک بچه تینیجر نسل دومی ایرانی واقعا ارتباط برقرار نمی‌کنه. مجبور شدم که خودم با کمک یکی از دوستان امریکاییم، یک شاعر امریکایی به اسم بیل وولاک، اینها رو به انگلیسی برگردونم که هم معاصر باشه، اونا بتونن باش ارتباط برقرار کنن و هم معنای حافظ رو برسونه. و یه چیزی حدود 5-6 سال کار روی این با اون دوستم وولاک تبدیل شد به یک مجموعه. و چیزی جالبی که در این مجموعه باید بدونی سهراب جان این هستش که ما این که شعرها رو انتخاب نکردیم، مجموعه 51 غزل از حافظ داره. و خود آقای حافظ انتخاب کرد. خیلی ساده، به این معنا که ما هر ویکندی که دور هم دیگه جمع می‌شدیم، من و بیل، که بتونیم با هم دیگه، اولا قرار گذاشتیم هر ویکند فقط یک غزل رو ترجمه کنیم، به خاطر گاهی وقتا یک غزل دو و سه ویکند طول می‌کشید، به خاطر اینکه برمیگشتیم رو هر لغت با هم بحث می‌کردیم، مترادف سازی می‌کردیم توی معاصر انگلیسیش، و هر ویکندی ما که ما می‌خواستیم کارو بکنیم حافظ رو باز می‌کردیم، می‌گفتیم حالا امروز چی چیزی جالبه که این نسل جوان ما گوش بکنه بهش، و حافظ یه غزل می‌داد، ما رو اون کار می‌کردیم. یه سوالی رو همه در این مورد ازت می‌پرسن و میگن که برادر تو به دلیل اینکه شخصیتی است که با ادبیات بسیار بسیار مشهوره در این مورد چی گفته، و تو همیشه میگی از او بپرسید. ولی من اگه از او بپرسم چی میگه؟
من نمیدونم اون چی میگه. ببین نخواستم جوابت رو. ببین واقعیت این هستش که برادر من احمد آدم ادیب بسیار بزرگ نازنینیست، ادیب بزرگ علاوه بر اینکه برادر نازنینی هست، بسیار ارادت بسیار آدم نازنین و خوبی هست، ادیبه و طبیعتاً حافظی که اون میشناسه به مراتب بالاتر و بزرگتر از حافظی است که من میشناسم. تا به هر ماهی وقت نشستیم راجع به این ترجمه با هم صحبت بکنیم. در اینچه من هر چی که بگم اون میگه از ذهن خودم تراوش کرده. واقعا نمیدونم. دوست دارم بشنوم چی میگه. خواهش میکنم بپرس ازش، چون ممکنه با تو و با دیگه دوستان بیرو درواسی تر اتفاقا من همچین خیالی دارم. قول بهت میدم دفعه دیگه که این شانس پیدا کنم که با احمد آقا بشینم حتما این مسئله رو سوال میکنم. محمود جان تو برای تئاتر یک واژه خلق کردی که چیه؟ contemporizing. contemporizing. contemporizing در مجموعه لغت معنا وجود نداره، در دیکشنری ها نیستش، یعنی زمان حال contemporary رو و بعد کلاسیک رو. آره ببین معادل فارسیش معاصر سازیه. آها معادل فارسی که من براش میتونم در نظر بگیرم معاصر سازیه، یعنی هست، میتونیم مثلا توی یه جمله تو انگلیسی بگیم که چطوری یک تکست یا یه چیزی معاصر سازی میشه، ولی به عنوان یه لغت، چون من واقعا دلم میخواست که محدودش بکنم به یه لغت، پیدا نکردم این رو و در چه گفتم که هیچ اشکال نداره یه لغت بسازیم. یه بارم از این چیزا، از این به اصطلاح کارهای خبط تو ایرون کردم که خوشبختانه اونجا افتاد. میدونی که سالها پیش، شاید مثلا 15 سال پیش، وقتی من در ایرون داشتم یک فیلم میساختم، یک لغتی به اسم بازیگردان آوردم توی فرهنگ سینمایی ایرون. به جای کارگردان؟ نه، به جای اکتینگ کوچ، به جای کسی که با بازیگر کار میکنه. و این زیباییش در این است که این لغت اینقدر خوب جا افتاده که الان تقریبا تمام فیلم های ایران بازیگردان دارن. بازیگردان شخصی است که کنار کارگردان کار میکنه، منتها همونطور که کارگردان دیدگاه کلی رو میبینه، فریم رو میبینه، اون فقط به بازی بازیگر آره نگاه میکنه. و این خیلی خیلی بر من جالب بود که مثلا این همونطور که این لغت میتونست جا بیفته، حتما contemporizing هم یه روزی جا contemporizing رو که به وجود آوردی، به چه علت به وجودش آوردی؟ یعنی به چه علت این رو ساختی؟ به دلیل کارهایی که کردی؟ من این سابقهش رو میخوام بتونم چیه؟ ببین سالها پیش، من فکر میکنم حدود 22-23 سال پیش، آره 3-4 سال پیش، من خب مثل هر آدم ایرانی خارج از کشور احتیاج داشتم که یک برخوردی بکنم با اتفاقی که در کشورم افتاده، با جنگ ایران و عراق. و از این که این جنگ یه جوری بست داده شده بود، بی منطق بست داده شده بود، باعث شده بود که خیلی از نسل بعدی ما از بین برن. جنگی که در یک سال اولش تموم بود عملا، ولی به 8 سال کشیده شد. و خب میدونستیم که این کشیده شدن این جنگ عملا کاریست که خود کشور ما کرده. حالا کی کرده اونش دیگه مسئله نیستش و مردم بهتر میدونن. برخورد من با این جنگ، ریسپانس من، عکس العمل من نسبت به این جنگ، نمایشنامه بود به اسم گیلگمش. همونطور که میدونی گیلگمش اسطوره است، در حقیقت قدیمی ترین اسطوره بشری است که در همون محدوده جغرافیایی ما اتفاق میفته، مسوپوتامیا. و من اومدم یک پل بزنم بین حادثه ای که قدیمی ترین حادثه بشری بود، یعنی گیلگمش، و حادثه ای که برای من تازه ترین بود، پایان جنگ ایران و عراق. و توی این پل زدن، رفت و برگشت بین این قدیم، تکست قدیم و اجرای جدید، فکر کردم باید یک جوری اینو به تماشاگر بگم. چیه گیلگمش تو رو به جامعه امروزی ایران ربط داد؟ ببین گیلگمش داستانیست، میخوای یه مقدار داستانش رو بگم؟ حتما بگو. گیلگمش داستان خیلی ساده ایه.
گیلگمش پادشاه شهری به اسم اوروک که بعد از چیز بعد از این ماجرای طوفان معروف فلاد معروف پادشاه میشه، یه آرشیتکت، یه پادشاه و قدرت مطلقه داره و قدرت مطلقه داره، ولی مثل همه دیکتاتورهای دنیا یک اشکال کوچولو داره. اشکالش هم اینه که به قول امریکایی اوور سکسته. یعنی این آدم یه قانونی میگذارنه که هر کسی که قرار عروسی بکنه اون دختر شب اول رو باید با این بگذارنه. خب مردم شهر از این به تنگ میاد و نمیتونن باهاش بجنگن، در چی میرن سراغ خدای اون شهر، خدا زن خدای اون شهر، یعنی گادس اون شهر که ایشتر باشه، و به اون شکایت میکنن. ایشتر که خودش هم عاشق گیلگمش بوده میاد و یک موجودی میسازه به اسم انکیدو که عراق که در حقیقت حیوانی است این انکیدو. بله. و بسیار قوی. بله. و این موجود رو توسط یکی از ندیمه های خودش که یک دختر خیلی خیلی زیباست به از حیوانی به انسانی میاره. بله. و پروسه حیوانی به انسانی شدن هم همونطور که تو خیلی از کتاب های مذهبی مون هم داریم میبینیم یه پروسه سکسیه دیگه. درست. پروسه که انسان با میل جنسی برخورد میکنه و آشنا میشه و درجه انسان میشه. ماجرا خیلی زیبا اتفاق میفته. این ندیمه ایشتر میره توی جنگل این در کنار یه برکه‌ای که انکیدو اومده آب بخوره، انکیدو رو پیدا میکنه و 12 شب و روز با این همخوابگی میکنه. و توی این پروسه همخوابگی انکیدو تبدیل میشه به یک نیمه انسان. و بقیه حیوانا ازش در میرن. میدونی وقتی بقیه حیوانا ازش در رفتن و انکیدو تنها موند، این ندیمه انکیدو رو با خودش میاره توی شهر و مقابلش میکنه با گیلگمش. خب. انکیدو بسیار قویه، گیلگمش خیلی قویه و اینها شروع میکنن با هم درگیر شدن. گیلگمش از دانش آرشیتکترش استفاده میکنه و پاشو به صورت اهرم میذاره پشت پای انکیدو و هولش میده و انکیدو قرار بیفته. منتها در آخرین لحظه که انکیدو داره میفته دستشو بلند میکنه و اولین کلامشو میگه و اولین کلامش هم از رفیق. بله. و گیلگمش عاشق این میشه، با هم دوست میشن، با هم برادر میشن، با حالا که با هم اومدن بر شروع میکنن بر علیه خدای شهر و کم کم بر علیه تمام خدایان اعتراض کردن و بلند شدن. خدایان خدای شهر میره پلوی خدای خدایان انو به اون شکایت میکنه و اونا خدایا یه کنفرانسی میذارن واسه خودشون، تصمیم میگیرن که چون با گیلگمش کاری نمیتونن بکنن بیان انکیدو رو از بین ببرن. Her eyes, you could see both of them. And so, his heart cried out for revenge.
strength or in cunning. Like Gilgamesh, he longed for a partner and friend. On the sixth day, she opened herself to Enkidu. Scent and vision, heart and breath he had not known before. She embraced him, engulfed him, and the light of the stars blazed in glory as the night sky slowly faded to dawn. On the seventh day, they both rested. Man and woman, beast and gods lived on the cool sands. The animals, the tigers and antelope, the bull and the panther, they all heard from him. He both feels this and knows it, for his mind has been opened. Enkidu! Enkidu! That is what men will call you. You have become wise like a god, Enkidu. You have gained knowledge and vision. I will show you the city where Gilgamesh holds all power. You will challenge him with your boldness, and Europe will be at peace. انکیدو به یه بیماری میمیره، یه بیماری که خیلی تصویر عجیبی داره. این خابیده اونجا و مورچه ها دارن تنشو میخورن، این هنوز زنده است، داره میبینه و مورچه ها دارن تنشو میخورن و این گیلگمش بیچاره با شمشیر میزنه این مورچه ها رو، ولی مگه میشه میلیون ها مورچه رو از بین برد؟ بالاخره انکیدو میمیره و میره به جهان زیرزمینی و گیلگمش میگه من هر جور شده بود بلنشم برم تو جهان زیرزمینی و دوستامو بیارم. تو این سفر از خیلی چیزها میگذره که فیلم خوندنش بسیار بسیار زیبا باشه و بالاخره میرسه به دروازه دنیای تاریکی و در اونجا با اوتناپیشتیم یا همون کاراکتری که خیلی شبیه نوح هست برخورد میکنه که عمر جاودان داره. نمیتونه وارد دنیای تاریکی بشه به خاطر اینکه نوح میگه اگر تونستی در مقابل خواب مقاومت کنی میتونی بری، که گیلگمش نمیتونه مقاومت کنه و نمیره. و ولی وقتی که داره برمیگرده نوح بهش یه هدیه میده. میگه برو توی یکی از این آبهای صاف، دریای شفافی که داری از توش گذر میکنی، در ته دریای گیاهی هست که گیاه عمر جاودانه، جوانی جاودان. بله. برو اونو بردار و این هدیه ای توه. گیلگمش میره گیاهو برمیداره، ولی همین که سرش از آب بلند میکنه روشو میکنه به بالا میگه ای خدا، پدر همتون رو در میارم، حالا این گیاه من تیکه تیکه میکنم میدم به تمام مردم شهرم که دیگه اونا همه عمر جاودان بشنوشن و بر علیه شما میدونی اصلا دیگه از شما تبعیت نکنن. البته یه افعی میاد و گیاه رو از این میگیره و این اتفاق نمیفته، ولی این حادثه برای من حادثه بود که انتظار داشتم مردم من حالا که از این جنگ، حالا که از این کشتن، حالا که از این دنیای تاریکی برگشتند، مردم من به اونجا برسن که ای خدایانی که بر ما دارید حکومت میکنید، دیگه حاضر نیستیم ازتون فرمان ببریم. میدونی؟ و این اون رابطه ای هستش که برای من بین گیلگمش بود و بعد از جنگ. این تمام داستان که نه آنچنان رابطه به جامعه امروز ایران داره، در یک کلام فرمان نبردن از فرامین بیدلیل. بیدلیل، دقیقا، فرمان نبردن از فرامین بیدلیل. و این برای من واقعا یک لحظه بود از تاریخ ما که امیدوار بودم اتفاق بیفته. خب همونطور که میدونین اتفاق نیفتاد و خدایان قدرتمندتر و قدرتمندتر شدن تا به امروزی که داریم میبینیم دیگه. عجیبه که این آب حیات رو ما چقدر چند داستان خوندیم ازش، مخصوصا حضرت خضر و بعد ماجراهای دیگر و سلیمان و آب حیات و در شاهنامه فردوسی تمام اینا هستش. این آب حیات چیزی بوده که همه دنبالش میگشتن و دروغ بزرگی است که وجود نداره، این همون کیمیا میمونه. دقیقا. بگذاریم، بعد اون وقت چطور شد؟ خب بعد این نمایش وقتی که اجرا میشد، خب من معمولا بعد از کارهام یک بحث و گفتگو دارم با تماشاچیان، اونم به خاطر اینکه من همواره معتقد بودم که تئاتر اون چیزی نیست که روی صحنه اتفاق میفته. تئاتر اون چیزی است که در ذهن تماشاچی اتفاق میفته وقتی داره از ساختمون میاد بیرون، بعد از اینکه اجرا رو دیده و داره میره خونش. اون برای من زیباست و در این چه جالب بود برام ببینم که توی ذهن تماشاچی من چه اتفاقی میفته. و
با نوت خیلی خیلی کوچکی نیم صفحه‌ای که من توی پروگرام گذاشته بودم که این رابطه احساس من نسبت به جنگ ایران و عراق و این فرمان خدایانی که به انهدام فقط خلاصه میشه، انهدام نسل ما داره خلاصه میشه، تماشاچی میشستن دور و بحث های بعد از نمایش همه در اطراف اینکه خب ایران بعد از این جنگ چی میشه، یعنی مقوله کاملا سیاسی شد. کاملا سیاسی شد، میدونی، یعنی از یه مرحله هنر تئاتر ما رسیدیم به یه مرحله که یه مقوله کاملا نمیدونم سیاسی اجتماعی به هر حال میدونی آره یه جورای سیاسی میشه. هنر از جامعه نشأت میگیره و جامعه مسائلش سیاسی و اجتماعی هستش و نمیشه ازش منفک باشه. نمیشه، واقعا نمیشه. یعنی نمیتونیم ما فکر کنیم که هنرمندی هستش که داره با جامعهش برخورد میکنه و ولی مثلا سعی میکنه کار سیاسی نکنه. ما اصلا نفس کشیدنمون کار سیاسیه. خب اون وقت بعد همینطور نمایش های دیگه را آوردی جلو. آره دیگه، ببین بعد از اون نمایشی بود به اسم هفت مرحله که در حقیقت برخورد من بود با شکستن دیوار برلین. اونو خودت نوشتی؟ نه، نمایش بر اساس اشعار فروغ فرخزاد و مولانا جلال الدین رومی هست به اضافه چند تا مانولوگ که از بازیگرهایی که با من کار میکردن نوشته شد. این نمایش ما برای فستیوال ادینبرا آماده کردیم و اونجا بردیمش و نمایش واقعا اون بحث این بود که حالا که ما قراره یونایت بشیم، حالا که قراره به این همبستگی برسیم بین این دو نیروی شرق و غرب، آیا میدونیم آیندهمون چی میشه؟ یعنی اون ببین وقتی تو مولوی رو نگاه میکنی یا هفت مرحله رو نگاه میکنی به اون فنایی میرسی، از فنایی صحبت میشه که آگاهانه است. یعنی اون فنا یه فنای فانی نیست، یه فنای ناآگاهانه مرگ نیست، حداقل به اعتبار من، به نظر من یک رسیدن به یه آگاهی. Only something that grows needs milk. Only something with feet needs shoes, not God. Use appropriate terms. Body and birth language are fine for us on this side of the river, but not for addressing the origin, not for talking to God. The shepherd repented, tore his clothes, sighed, and wandered out into the desert. A sudden revelation came then to Moses. God's voice. You have separated me from one of my own. Did you come as a prophet to unite or to separate? I have given each being a unique way of seeing and saying and knowing this knowledge. What is wrong to you is right for him. Purity and impurity, sloth and diligence in worship. میگه که من خدام. این از یه آگاهی داره سرچشمه میگیره، نه از یه خودخواهی. میدونی؟ خب برای من سوالی که مطرح بود در مورد شکستن دیوار برلین این بود که خب حالا دیوار شکستنش اشکال نداره، خیلی خوبه، ولی آیا ما آگاهانه داریم برخورد میکنیم؟ و شاید رابطه اینم به خاطر این بود که من فکر کردم نسل من که انقلاب کرد میدونست چی نمیخواد ولی نمیدونست چی میخواد. میدونی؟ در نتیجه پدر یک جامعه و چندین نسل بعد از خودش رو در آورد به خاطر ندونستن، به خاطر عدم آگاهی اینکه چی میخواد. یعنی ما به صرف اینکه بیام از اون چیزی که نمیخوایم رها بشیم، خودمون به همون طبق مثال معروف ایرانی خودمون از چاه در آوردیم انداختیم تو چاله و اتفاقا این دفعه میشه که از چاله در آوردیم انداختیم تو چاه. میدونی؟ یعنی برای من مهم بود که این دو نیرویی که دارن این دیوار رو میشکنن ببینن چه اتفاقی داره میفته براشون، چه آینده ای در انتظارشونه. و این کار توی ادینبرو خیلی مورد استقبال قرار گرفت. ما بست آف فرینج شدیم به عنوان کار و خیلی جایزه بردید در اون. فقط ریکگنیشن اینو گرفتیم که ما به عنوان بهترین فرینج اونجا مطرح بودیم. و واقعا اون اصلا مسئله نبود، مسئله این بحثی بود که مردم میکردن در رابطه با اتفاقی که افتاد. آخه میدونی خیلی اتفاق بزرگی و جالب، من چند هفته پیش برلین بودم و میدیدم عواقب این رو که وای چه ناآگاهانه این دیوار شکسته شد و چه اتفاقایی داره الان میفته، چه نسل هایی دارن این وسط از
از اون شکوفایی که میتونستن داشته باشن دارن کمتر. چطوری همچین اتفاقی افتاد؟ ببین یک هر دو فرهنگ شرق و غرب فرهنگ‌هایی هستند که بر یک اصول اصلی بنا میشن. وقتی که شما این دو تا اصول اصلی رو بیاید با هم قاطی بکنید، مثل اینکه مثلا بیاید آب گوشت با قرمه سبزی قاطی بکنید، اگر این دست یک آشپز خیلی خیلی درست بشه و خیلی آگاهانه اینا با هم تلفیق بشن، یک غذا مسلما یک غذای نمونه از توش در میاد. اما چون ادویکیشن نداشتیم ما، چون اون آموزشی که لازم بود از هر دو فرهنگ برای این دو گروه نبود، شما به یه آدمی برمیخوری که توی این یکی دارن زندگی میکنن، توی غرب دارن زندگی میکنن، ولی تمام حساب اخلاقاشون و تردیشنشون سنتشون شرقیه. یه دو برخورد میکنی توی شرق دارن زندگی میکنن ولی تمام سنتشون غربیه، میدونی؟ و درش این کانفیوژن باعث یه نوع بی‌طرفی نمیخوام بگم، باعث یه نوع بی‌خیالی شده، یه نوع بی‌تفاوتی توی فرهنگ اینها. ببین چون آدم متفکری هستی و فکر میکنی هر چیزی رو که به وجود میاری، این سوال الان برام پیش اومد که خارج از متن، ولی ازت سوال میکنم. میگی که تفکرات و سنت‌هایی رو داشتند و اون رو از دست دادند و در مقابلش هم به هر حالا بهتر بوده و بدتر بوده رو اصلا صحبت نمی کنیم. ولی ما داریم در یک دهکده جهانی زندگی می کنیم امروز با این امکاناتی که وجود داره. آیا ما باید به سنت هامون همچنان وابسته باشیم به عنوان یک متفکر؟ نه، وابسته نه، ولی آگاه. چرا؟ ببین سنت شکنی بسیار چیز خوبی است، ولی سنتی رو که بشناسی و بشکنی. یکی از مشکلاتی که ما حتی در زمینه‌های هنر بسیار داریم، من حتی توی ایران بین جوان‌های تئاتری زیاد می‌دیدم، این بود که سنت شکنی می‌کنن بدون اینکه سنت قبلی رو بشناسن. بذار یه مثال برات بزنم. من اگر تعزیه رو نشناسم، اگر فرهنگ شیعه رو، اگر فرهنگ امام حسین رو و اون ماجرای دقیقی رو که تعزیه ازش رشد میکنه، درش رشد میکنه، نشناسم، به هیچ وجه نمیتونم اینو بشکنم و تبدیلش کنم به یه چیز تازه‌ای. اما اگر بشناسمش خوب میتونم بشکنم. اون شکستن، حافظ خیلی شعر زیبایی داره، میگه که فلک را سقف بشکافیم و طرحی نو درآوریم، بیا تا گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم، فلک را سقف بشکافیم و طرحی نو درآوریم. حالا آیا هر پسر بچه‌ای از تو کوچه میتونه بیاد فلک رو سقف بشکافه و طرحی نو بندازه؟ نه، باید اون فلک رو بشناسه. یعنی این شعر زمانی معنی میده که حافظ بگه که شعر قبلی حافظ هم بدونیم که با این بیت شروع میشه: ما نگوییم بد و میل به ناحق نکنیم، که بعد میگه که تکیه بر این بحر معلق نکنیم. خب این بحر معلق رو من باید بشناسم تا بتونم بشکنم. مشکلی که من با از بین رفتن سنت هیچ اشکالی نمیبینم. فکر می‌کنم سنت برای این اتفاقا برای این سنت هست که شکسته بشه. اگه سنت ها از بین نمی‌رفت، جوامع پیشرفت نمی‌کردن و به امروز اینجا نمی‌رسید. دقیقاً. ولی آگاهانه وظیفه همه مردم هم نیست ها. یعنی این اصلا انتظار نیست که از همه آدم داشته باشه. وظیفه روشن فکر، وظیفه هنرمنده که سنت رو بشناسه. بذار یه مثال راحت برات بزنم. ما وقتی که ما می‌رفتیم مدرسه، نسل ماها که می‌رفت مدرسه، خب ماها نمی‌دونم تاریخ آمریکا رو خیلی بهتر میدونستیم تا تاریخ قدیم خودمون. نمیدونم کمتر توی درسامون از مولوی و نمیدونم حافظ و شاهنامه و اینا وجود داشت. خیلی کمتر نسل ما، حالا ممکن بود که مثلا نسلی که بازنشسته شده بشینه و شاهنامه بخونه و میدونی با حقوق تقاعد به قول فروغ زندگی بکنه، ولی نسل جوون ما دنبال کی رفت؟ دنبال اگه می‌خواستیم عاشقانه بخونیم تورگنوف می‌خوندیم، اگه می‌خواستیم رمانتیسم باشیم چیز می‌خوندیم، ویکتور هوگو می‌خوندیم، اگر می‌خواستیم نمی‌دونم سیاسی باشیم مارکس می‌خوندیم، ولی مال خودمون رو نمی‌خوندیم. می‌دونی نتیجه این شد که ما به یه انقلابی کردیم، یه اتفاقی تو مملکتمون انداختوندیم
اگه لغت باشه، یه اتفاق رو انداختوندیم که این اتفاق آیندهش معلوم نبود و به این روز افتادیم. تفاوتش با این نسلی که الان داریم در اینه، این نسلی که الان داریم اینقدر خوب داره برمیگرده به سنت، اینقدر خوب داره اونا رو میشناسه. یعنی شما ببین چجوری بچه های 20-25 ساله ما شاهنامه میخونن، حالا چجوری بچه های 20-25 ساله ما نمیدونم مولوی میخونن، حافظ میخونن، تاریخ بیهقی میخونن. آقا اگر ما تاریخ بیهقی رو میخوندیم آیا تکرارش میکردیم به این ترتیب؟ میدونی چی میگم؟ خیلی بله، این خیلی مسائلی هستش. خیلی کتاب ها بودش که اگه ممنوع نشده بود شاید جامعه اینطور وحشتناک به گرایش هایی که پیدا کردش و حرکت هایی که انجام داد نمیگرد. آره بذار ببین، حتی مثلا اگه بخوایم خیلی ملموس و سیاسی صحبت کنیم، چند درصد روشن فکر ما رساله آقای خمینی رو خونده بودن؟ بله. چند درصد روشن فکرهای ما چیز فتوای آقای خمینی رو در سال 42 میدونستن؟ درصدش حتی میتونه هیچ باشه. واقعا اگر آیا میدونستن، ببین من هیچ اشکالی نمیدیدم در اینکه اینها میدونستن و بعد باز هم پیروی میکردن، اوکی معتقد بودم میرفتن جلو. ولی وقتی ما ناآگاهانه دنبال یه چیزی میریم، میدونی اون مسئله خلق را تقلیدشان برباد داده اید و صد لعنت بر این تقلید باد، واقعا وقتی ما ناآگاهانه و فقط دنبال روی یه تئوری میریم جلو و نمیبینیم جلومون چی هستش، با سر میافتیم زمین و افتادیم زمین. و اتفاقا این نسل بعدی، نسل های بعدی که به این نسل جوان امروز الان خیلی خیلی راحت نمونه اونه، نسلی است که بسیار آگاهانه داره عمل میکنه، بسیار آگاهانه داره عمل میکنه. اصلا من باورم نمیشه که این نسل ندونه چی میخواد. اینا میدونن چی نمیخوان، میدونن هم چی میخوان و خواهند، به دست خواهند، به دست خواهند آورد. ولی امکاناتش، هنوز شرایط به وجود نیامده، شرایط به وجود نیامده. و میدونی زمان میبره، حتما انقلاب مهمونی شام نیست، یه شبه اتفاق نمیفته، زمان میبره. دیر و زود داره سوخت و سوز. دقیقا. خب بعد از نمایشی که نوشتی از متن‌های فروغ و مثنوی، بعد به کجا رفتی؟ بعدش من اومدم و یه مقدار کارهای دیگه کردم و رسیدم به که بعدش خب البته رفتم ایران که رفتی ایران؟ آره دیگه، رفتم ایران که مادرم رو برای 10 روز ببینم، که 7 سال موندم، که تو اون 7 سال داستانای خیلی خیلی زیبایی دارم که اتفاقا امیدوارم که تا 2-3 سال آینده این رمانی که دارم رو می‌نویسم تموم بشه، به اسم شکسپیر تهران، که یه در حقیقت تجربه 7 سال من در ایران. چرا شکسپیر؟ برای اینکه تو شکسپیری؟ نه، برای که کار شکسپیر، کار شکسپیر که بردم تو ایران دیگه، میدونی، برای رویای شب نیمه تابستان، در حقیقت اون چه اتفاقی میفته، چون اومدن ما از ایران دقیقاً به خاطر این بود که تطبیقی بود که شکسپیر با جامعه اون روز ایران داشت میکرد. شما حساب بکن وقتی که نمایشی در 1601 نوشته میشه، میدونی، و بعد 400 سال بعدش توی یه جامعه کاملا متفاوت روی صحنه میاد و پشت آدما میلرزه، میگن ای این داره، این از به حدی میرسه که میشینن میگن نه این شکسپیر نیست، این از خودش درآورده. یعنی تو باید بری اونجا بشینی دیکشنری رو بذاری بگی آقا این لغت به لغت مال شکسپیره. میدونی اصلا چطور بهت همچین اجازه رو دادن که بذاری؟ خیلی بامزه بود. من از روز اولی که رفتم، خب بحث در این بود که آقا برادری تو ثابت کن تا ما بتونیم مثلا به تو اجازه کار بدیم. منم چون برادر خوبی نبودم هیچ وقت، نمیتونستم برادریمو ثابت کنم. در نتیجه خب نمیتونستم کار بکنم، تا اینکه وضعیت عوض شد. آقای خاتمی اومدن رو کار و آقای مهاجرانی شدن وزیر ارشاد و به ما گفتن که خب حالا دیگه موقعی که تو باید بیای کار بکنی. توی این پروسه هم البته 7 سال طول کشید. من یه دانشجو داشتم که بسیار با انرژی بسیار زیادی دنبالی بودن که آقا چرا این آدم کار نمیکنه، ما میخوایم این تکنیکایی که این داره به ما میگه، میخوایم ببینیم چه جوری تو عمل اجرا میشه. و قرار شد که ما یک نمایش اجرا بکنیم. این من 124 تا پروژه داده بودم که هیچ کدومش باش موافقت نشده بود، هیچ کدومش هم باش مخالفت نشده بود، یعنی کاملا رفته بود توی کشو. وقتی که من گفتن خب حالا موقع اینه که کار بکنی، یه پروژه بده، من یک کاغذی از همون رئیس
مرکز تقاضا کردن بهم بره و داشتم روش نوشتم از سوفوکل تا دیوید ممت شما نمایش انتخاب کنید من کار می‌کنم به همین سادگی. و خب یه مقدار شوخی این حرفا گذشت و بالاخره خود دوستان پیشنهاد کردن که رویای شب نیمه تابستان چون به گفته ایشون یه کار کمدی و هیچ شباهتی با اوضاع ایران نداره، درچه مغزهای آلوده نمیتونن توش چیزی پیدا بکنن، ولی مثل که مغزهای آلوده خیلی خوب میتونن پیدا بکنن، شباهت پیدا شد. شباهت پیدا شد و ما مجبور شدیم که ایران رو ول کنیم بیایم بیرون، به خاطر که تهدید به مرگ شدیم و بعد من دادگاهی شدم به خاطر انجام نمایش. و نمایش این به خاطر اون فرم اجرایی بودش که به وجود آوردی و خود تکست و خود تکست. یعنی ببین اصلا فرم اجرایی شاید اونقدر مطرح نبود که تکست بود. ببین مثلا میتونم یه تیکه از تکست تو ذهنم بخونم برات. آخر نمایش وقتی که خب عشاق همه رفتن بخوابن، پاک که کلک همینا زیر سرم بوده و کلک ها رو زد و اینا، حالا دیگه داره همه رو جمع میکنه و اپیلوگ آخر رو میگه، با این شروع میکنه که ما کنون شادیم. نه ببخشید، از این شروع میکنه: این زمان قرش شیر گرسنه است و زمان زوزه گرگان به سوی ما. مرد برزیگر زرنج روز فرسوده، خسته و خورخور کنان خوش می بخسبد خواب آلوده. تکه های هیزم خاکستری رنگ درخشان توی آتشدان، جغد شوم تیر دل با نالش آواز سرداده، پیر زن مردش کنارش مرده دستش تنگ وامانده. این همان وقت است شب را تار، قبرها یک یک شکست مردگان بیدار. در پس این راه میان مسجد و بازار، هر یک از ارواح در گیر گناهی می گرزند از در و دیوار. ما پریان در رکاب ملزمان ماه خوش سیما، در گریز از نور خورشید جهان آرا، پیش می رانیم شب را تا بیاندازیم در میان بستر خواب کسان رؤیا. ما کنون شادیم، حتی موش هم آرامش این خانه را اکنون نخواهد خست. تا بخوابند دوستان، تا بخوابند عاشقان و دوستان سرورانم تخت، من که رابین نکوکار نکونیت لقب دارم، خاک پشت هر حصار و در به دست خیش بردارم. خب ببین، من تو تمام این متن تنها لغتی رو که در برگردان کردم، لغت چرچ ویز، گذاشتمش مسجد. بقیه تمام متن خود شکسپیره. درسته. ولی ببین چجوری داره اوضاع ایران اون لحظه رو چیز میکنه. پیر مردی که دستش تنگ، پیر زنی که مرده، شوهرش مرده، زنش تنگه، هیچی نداره، میدونی عاشقایی که توی قصد دارن واسه خودشون حال میکنن اصلا این یه چیز. حالا من بهت بگم عجیب بودش که ریتم رایمی رو که تو انتخاب کرده بودی برای این مونولوگ که گفتی، درست همون ریتمیست که در نمایش های شکسپیری در روی صحنه اجرا میشه. و وقتی تو داشتی میگفتی، من داشتم به انگلیسی بهش فکر میکردم و درست همون ریتم رو احساس میکردم. آره آره، من وقتی نمایش ترجمه میکردم واقعا خیلی برام مهم بود که همون رو بیارم، همون چیزی که اونجا حس کردم. عجب ترجمه قشنگی کردی. اصلا یه همچین مونولوگی رو پیاده کردن به این صورت کار است. گر سرم درد آورد این سایه ها، مشکلی نبود چو سازم چاره ها. ما همه گرد آمده در خوابتان، کرده این اکنون بسی آزارها. مینه ای روی دست دشت خیال هست امشب این گروه چنبه ها. سروران توبیخ ما کمتر کنید، گر به بخش آیدمان ما میکنیم اصلاح ها. چون که من پاکم صمیمی و نجیب، گر نمایش شد نمقبول شما، تا نشیم آماج آن زخم زبان، چاره میجوییم ما هر این را. ورنه پاکش نه، دروغش خان به نام. پس خدا حافظ، شبان تان بی بلا. دست بر هم نه، چون ما گردیم دوست. میکند هر مشکلی حل حضرت رابین ما.
زحمت کشیدی. بگذاریم. من اینقدر عجله دارم که میخوام همه این چیزهایی تو رو. خب بعدش اون وقت برگشتی به آمریکا دیمان. بعد اومدم امریکا و یه تاعت دیگه گذاشتی که سال 2000 در نیویورک گذاشتی. آره در نیویورک من کاری کردم به اسم Selection from Rumi's مثنوی، انتخابی از مثنوی رومی، که در حقیقت برخورد من بود با مسئله انتخابات ریاست جمهوری امریکا که آقای بوش به حالا به زعم من به ناحق و به زعم خیلی ها شاید به حق ریاست جمهوری رو برد. بحثی که من بارها کردم که حالا گریزم میزنم از این، یکی از چیزهای زیبایی که من در سال 2009 وقتی صحبت میکردم راجع به اتفاقات انتخابات 2009 ایران اینجا، میگفتم که زیباترین شعر هایکو که من تو زندگیم خوندم اون چهار کلمه‌ایه که هم مملکتی‌های من ساختن. Where is my vote؟ می‌دونی رأی من کجاست؟ این چهار کلمه، اگر ما این چهار کلمه رو در امریکای سال 2000 می‌داشتیم، جهان از این مشکلی که درش درگیره، از این چاله‌ای که افتاده توش واقعا رهایی پیدا میکرد. چون آقای بوش به زعم من همون کار رو کرد آقای احمدی نژاد در ایران کرد، منتها چون اینجا امریکا بود و مردم معتقد بودن به چیزشون، به نماینده هاشون قبول کردن چیزو. خب این نمایش چیز مثنوی Selection from Rumi's مثنوی واقعا برخورد بود با همون نمایش. شروع میشه با 7 زبون، تمام مدت نمایش 7 زبون رو صحنه دارن چیز میشن، سایمنتنیستی صحبت میشن و بازیگرها از 9 تا کشور مختلف اومدن. میدونی بازیگرها و بقیه عوامل، یعنی طراحا و اینها، از 9 تا کشور مختلف اومدن، 7 زبون داره صحبت میشه رو صحنه و هیچ کس رو نمیفهمه. یعنی اون درگیجگی که شما درست دوران برای انتخابات دارید و این یکی داره میگه آقا نگاه کن ببین اون داره چی میگه و اون یکی دیگه نمیفهمه، حرف خودش رو میزنه. شاید همون تاور آف بابلی که توی اسطوره‌های مذهبی اون میبینیم. Words to your pain. For him, honey,
not seek any rules or nothing to worship. Say whatever your anxious heart desires. Your blasphemy is religion, and your religion is the light of the Spirit. You are saved, and through you the whole world is being saved. این نمایش باز در بحث و گفتگویی که بعدش می‌کردیم همه ربطش می‌دادن به وضعیتی که انتخابات آمریکا درش در اون لحظه داشت پیش می‌آورد. بعد از اون دیگه من سال 2001 یک کار کردم درست بعد از سپتامبر 11، در حقیقت وسط تمرین‌های من بود که این ماجرای سپتامبر 11 اتفاق افتاد. من کار شش شخصیت در جستجوی نویسنده پیر آندلو رو داشتم کار می‌کردم و توی این برای من این شخصیت‌ها از وسط از غبار چیز ساختمان‌های دوقلوهای نیویورک اومدن بیرون و جالب بود که یک منقدی که مال دالاس مورنینگ نیوز هست که اون موقع من در دانشگاه SMU درس میدادم، منقد برداشت یه نقد خیلی خیلی زیبایی نوشت که بسیار نقد خوبی است واقعا، و نقدش رو با این تموم میکنه که مردم، منقد هیچ وقت نباید با خوانندش مستقیم حرف بزنه، و من دارم ترجمه میکنم البته نقدو، منقد هیچ وقت نباید با خواننده‌اش مستقیم حرف بزنه. اما پیر آندلو تمام اصول تئاتر رو شکسته و منم به خودم این اجازه رو میدم اینجا بشکنم، و من در نیم ساعت آخر نمایش گریه کردم، از نمایش تا ماشینم که رفتم گریه کردم، تمام مسیر خونه رو هم گریه کردم. می‌دونی خب این برای من خیلی زیبا بود که اینو ببینم و ببینم که یه منقدی که کارش دیدن تئاتر و نوشتن راجع به تئاتر اینقدر متاثر شد از این کاراکترایی که از توی این چیز اومدن، این خانواده‌ای که اینجور داغون شدن زیر بار این فشار بی دلیل کاملا بی دلیل. یعنی واقعا مرگ بیگناهی جورایی. و بعد از اون دیگه سال 2003 من اولین 2004 کار اف جنایا رو کردم که در سالگرد جنگ عراق، حمله امریکا به عراق، اف جنایا داستانی است که داستان قربانی شدن یک دختر 14 سال است در شروع جنگ تروی و جنگی که به صورت برکت، به صورت پرانتز، با قربانی شدن دو تا دختر 14 ساله شروع و پایان پیدا میکنه. ولی تو یه چیزی هم بهش اضافه کردی به اون پلی. آره. کاری که من کردم، اومدم گفتم خیلی خوب. ببین آخه یه جایی من خونده بودم و واقعا هم یادم نیست که کجا، یه جایی خونده بودم که وقتی که یه بیگناه با مرگ روبرو میشه، در آخرین لحظه بهش این قدرت داده میشه که بتونه آینده رو ببینه. من اومدم گفتم خب اگر این دختر 14 ساله باکر خابیده روی این تختی قربانگاه و تیغ داره میاد رو سرش، من بیام زمان نمایش رو از اون لحظه بگیرم که تیغ رو دیده بالای چشم، بالای گلوی خودش، تا لحظه که تیغ گلوش رو بریده. یعنی زمان نمایش این یک صدم ثانیه است و در این یک صدم ثانیه این دختر میتونه جهان رو ببینه، آینده رو ببینه، 25 قرن آینده رو ببینه. یک کاراکتر اضافه کردم به اسم شاهد تاریخ، Witness to History، که این کاراکتر تمام مونولوگاش از نوشته هایی اومد که کسانی که در جنگ های مختلف توی این 25 قرن شرکت کرده بودن، از اون جنگ، از تجربه اون جنگ نوشته بودن و کاملا، و آخریناش نوشته بود که از سربازای امریکایی و چند تا عراقی توی همین ماجرای بمبارمان کردن عراق نوشته شده بود. Our country has been wronged. And now, countless men girded with shields, countless men with hands in the oar will undertake to punish the enemy and die for Greece. Will I allow my one life to prevent this? این نمایش برکت شد بین
قربانی شدن افیجنایا به عنوان شروع جنگ و قربانی شدن پولکسینا دختر پرایم پادشاه تروی 20 سال بعد وقتی که تروی میفته و آشیل میمیره، قهرمان رویتن یونانی میمیره و به خاطر آرامش روح اون باید حالا یه دختر 14 ساله رو یه دختر باکره رو قربانی بکنن. یعنی دو تا دختر 14 ساله اینجا دارن قربانی میشن بین در فاصله شروع و پایان یه جنگی که تاریخ رو میسازه. و ما میدونیم که تقریبا تمامی ادبیات غرب متاثر از این ماجرای جنگ تروی هستش. خب اینم این تو برای این نمایش من اومده بودم یک صحنه درست کرده بودم که مثل یه تخم مرغ بود، یه تخم مرغ خیلی بزرگ بسته، کاملا بسته، 100 فوت یعنی مثلا 35-6 متر درازاش بود، حدود 50 فوت یعنی نمیدونم 20 متر مثلا 18-20 متر عرضش بود و 10 متر هم چیزش ارتفاعش. و وقتی که تماشاش میرفت این تو بسته میشد این کاملا، یعنی کاملا دیگه راه فراری نبود. تماشاچی و بازیگر اینا برای مدت نمایش این تو درگیر بودن و این رو من گذاشتم مغز داخل سر، داخل کاسه سر افیجنایا. یه چیزی بوده 15 تا پروجکشن داشتم روی تمام دیواره این از پشت، از پشت پروجکت میشد و به اضافه اینکه 9 تا تلویزیون توی چیز کار گذاشته بود که شما نمیدیدید ولی وقتی روشن میشد میدیدش. بعد این پروجکشن ها طوری بود، طوری قرار میگرفت که مثلا وقتی که یارو با شمشیر تو جنگ، مثلا یکی از جنگ قرون وسطا با شمشیر داره گردن طرف رو میزنه، این شمشیر عملا میومد سایه شمشیر روی گردن توی تماشاچی میافتاد. میدونی و در چه تو تصویر، تو بازی بازیگر، همه اینا بر هم منطبق بودی. و جالب این بود سهراب که وقتی نمایش تموم میشد واقعا تا 15-16 دقیقه بعدش تماشاچی نمی‌رفت بیرون. البته بازیگر همونجا می‌نشست دیگه. نمایش تماشاچی نشسته رو زمین، تماشاچی همونجا می‌نشست. نمی‌دونست چه کار باید بکنه. برای که اینقدر تنشن بود، اینقدر و اینقدر اشک ما می‌دیدیم اونجا که آدم‌ها گریه می‌کنن و نمی‌دونم اینها. بعد از نمایش وقتی صحبت می‌کردیم با چیز، با تماشاچیامون، ما یک دانشگاه ارتشی پهلوی دانشکدمون هست. و در اینچه خیلی از این افسران و درجه‌داران و سربازان ارتشی میان دانشکده ما و کارهای ما رو می‌بینن. من سربازهایی داشتم و افسرهایی داشتم که اینا قرار بود برن عراق فرداش یا مثلا هفته بعدش یا از عراق برگشته بودن و میومدن میشستن توی این چیز، میشستن توی این تماشاچی ها بعد از صحبت و میگفتن که ما واقعا نمیدونیم چی باید بگیم، ما متنفریم از این جنگی که اتفاق داره میفته، ما متنفریم از جنگ. سرباز که کارش جنگیدنه، افسر که کارش فرمان دادن به سربازی که بره و به جنگه، میگفت من متنفرم از اینکه مجبورم فرمان جنگ بدم، جنگ پاسخگو نیست. من فکر میکنم که یکی از بزرگترین کارهایی رو که هنر میتونه انجام بده در مقابل جامعهش همین آگاه کردن اونهاست از کارهای زشتی که انجام میدن. یعنی جامعه بشریت واسه چی جنگی میکنه؟ گیرم که تو یه خود زمین بیشتری به گیر آوردی، گیرم که خزانه بهتری گیر آوردی، گیرم که آب این رودخونه رو تونستی جلوشو ببندی به اون یکی نرسه، آخرش چی؟ از خودت میپرسی چرا؟ برای اینکه یه روز لقمت چربتر باشه؟ با هم لقمه یه دیگه خاصی؟ به همین، این گرید بشر تنها چیزی. من در تمام کارات که تا الان صحبت میکردی و بعدم صحبت میکنی دارم میبینم که تو با آگاهی کاملی که به کار دراماتیک داری، فرم‌های عرضه‌ای رو که انتخاب می‌کنی فرم‌هایی است که بتونه اودینس تو، تماشاگر تو تکون بده. می‌دونی یعنی در نمایش شکسپیرت که دیدم چه کارهایی کردی، صحنه تو فیلماشو دیدم، عکساشو دیدم، یا در همین ماجرایی که تو اومدی مغز بشری رو که
یک لحظه رو میخواد ببینه، لحظه آینده نگری رو میخواد ببینه، روی تماشاگرت اینطور پیاده میکنی که بازدهش اینه که یک صف‌سر میگه که من نمیخوام برم به جنگ. این شکوه دیگه، این شکوه کار هنریه، این خود هنره. یعنی واقعا به این کار من نیست، یعنی من یه ابزارگرم، من واقعا من کاری نیستم این وسط، من دارم اون چیزی که بلدم انجام میدم. تو زحمت کشیدی، آگاهیت داری، درست خوندی، قضیه رو میشناسی و خوب میتونی به همدیگه ربط بدی، کما اینکه وقتی که یک قصه رو میخونی میایی از یک جملهش ماجرایی رو میگیری که قرنها فاصله رو به همدیگه ربط میدی. در گیلگمش این کاری کردی، در ترویا این کاری کردی و در ماجراهای دیگه، و حتی دلت رو درد میاره ساختمان دوالو ورلد ترید سنتر که میریزه و به اون صورت صحبت میکنی و دیالوگ هایی رو که میذاری، این ماجراهایی که هفت دیالوگ مختلف همزمان با هم دیگه در روی صحنه اجرا بشه، هر کدوم مفهومی رو میسونه ولی بی‌معنی. این گیجی جامعه، این گیجی دنیا، به کجا داریم میرویم، خیلی مهمه. من میخوام اینجا قبل از اینکه ادامه بدیم راجع به کارهای هنری تو، یک سوالی برام پیش اومد. تو در کار نمایش بسیار خلاقی و فرمهای ارزت دیگرگون است. من فرمهای ارزی مثل کارهای تو رو 30 سال پیش در جشن هنرهای شیراز می‌دیدم، وقتی که پیتر بروک مثلا میومدش و یک کاری را انجام میداد. کارهای تو به اون گرونی نیست، اون هزینه ها رو نداره، ولی خیلی خیلی ابداعگرانه است و ماجرایی که میدونم که وقتی که در روی مجله تایم می‌بینی که تو هر صفحه 180 تا عکس کوچک قربانیان جنگ هستش، اینو برمیداری آگرام اسمان میکنی رو سنه میزهی و جلوش نمایش اجرا میکنی. این خیلی مهمه. در نمایش برای اشاره به جامعه، فرم، کلام، دیالوگ، بازی، نور و شخصیت هستش. کدوم یکی از اینها برای تو مهمتره و روش بیشتر فکر کردی؟ ببین میدونم هم کدومها، میخوام ببینم تو این حرفی رو که من آوردم گرفتی؟ آره. که رابطه، ببین خیلی سوال خوبیه و خیلی سوال ظریفیه، یعنی من باید خود با احتیاط به جواب بدم. از یه طرف خب به نظر من نمایش اتفاق است که بین کاراکتر و تماشاچی میفته. بله. درسته. اما از طرف دیگه از چه میدیایی؟ دقیقاً از چه میدیایی؟ از طرف دیگه تو میتونی بین چشم و دست و لب و گوش و پا بگی این یکیش ارجح به اون یکی، یعنی این کامپوزیشنه. ببین ما وقتی بتوون رو گوش میکنیم فقط دیگه پیانو نیست، ساز ذهی اگه کار خودشو نکنه، نمیدونم چیز ساز بادی اگه کار خودشو نکنه، پیانو نمیتونه بدرخشه. نمایش هم اینطوریه، یعنی ما احتیاج به تمام اینها داریم. یه نمایش مجموعه ای هست از تر، مجموعه ای هست. ببین مثلا توی حملت ایران من صحنه روی استخون بدن انسان ساخته شده. میدونی من این استخون بدن انسان رو نمیتونم بردارم پرت کنم بیرون و هنوز اون کلامی رو که میخوام بگم. In the rank sweat of an enseamed bed, stewed in corruption, honeying and making love over the nasty star. Speak no more. These words enter like daggers in mine ears. No more, sweet Hamlet. A murderer and a villain, a slave not worth 20th part the tithe of your president lords, a vice of kings. No more. A king of shreds and patches. Save me and hover over me with your wings, you heavenly guards. What would your gracious figure? Alas, he's mad. Do you not come, your tardy son, to chide? That lapse in time and passion lets go by the important acting of your dread command? Oh, say! Do not forget, this visitation is
lady. Alas, how is't with you that you do bend your eye on vacancy, and with the incorporeal air do hold discourse? O gentle son, speak, whereon do you look? On him, on him. Look you how pale he glares. Do you see nothing there? Nothing at all, yet all that is I Nor see. Nor do you nothing here. No, nothing but ourselves. I look now how it steals away. My father in his habit as he lived. Look even now how he goes out of the portal. This is the very coinage of your brain. This bodiless creation ecstasy is very cunning in. Ecstasy? My pulse, as yours, doth temperately keep time, and makes his healthful music. It is not madness that I have uttered, mother. For the love of grace, let not that mattering unction on your soul that not your trespass but my madness speaks. Repent what is past, avoid what is to come, and do not spread the compost on the weeds. O Hamlet, thou hast cleft my heart in twain. Well, throw away the worser part of it, and live the purer with the other half. Good night. But go not to mine uncle's bed. Assume a virtue if you have it not. And when you are desirous to be blessed, all blessing beg of you. As for this same Lord, I do repent. But heaven hath pleased it so, to punish me with this, and this with me, that I must be their scourge and minister. I will bestow him and answer well the death I gave him. So again, good night. I must be cruel only to be kind. Thus bad begins, and worse remains behind. Come, sir, to draw toward an end with you. من این استخون بدن انسان رو نمیتونم بردارم پرت کنم بیرون و هنوز اون کلامی رو که میخوام بگم. یا مثلا آنتیگونه من که در بلژیک سال 83 کار کردم روی تماشجوری استک نیوزپیپر نشست، به جای که رو صندلی بشینه روی بسته های بزرگ روزنامه نشست. چرا؟ چون داره رو تاریخش میشینه، رو تاریخ معاصرش داره میشینه. اینه که تماشاچی رو ساخت. یعنی اینا نمیتونم اینا رو از هم بگم این بهترین. البته معتقدم مثل تمام آدمای دیگه که تئاتر کار میکنن، معتقدم که تئاتر در اصل رابطه صحنه بازیگر و چیزه و تماشاچی بازیگری کاری میکنه، تماشاچی چیز رو میگیره. اما این ما در دنیایی هستیم که تمام اینا در دسترسمونه، چرا ازش استفاده نکنیم؟ چرا همه رو با هم نذاریم؟ و اون کامپوزیشن زیباست به نظر من. میدونی کامپوزیشن هست که منو جلب میکنه به خودش. خب کامپوزیشن کار رو میسازه، اما اسنس کار من فکر میکنم دیالوگه، و این همون بله. دیالوگی است که بله. تو روش کار بله. کردی بله. همون دیالوگی است که معتقدی بله. که بین صلح و بین اجتماع هستش بله. و اون مقوله رو می‌خواستم از دهن در بیارم. اتفاقا خوبه که اینو گفتی، برای که من یه خب من یکی از کورسایی که درس می‌دم کارگردانیه. بعد به دانشجوام میگم که trust the text. میدونی میگم شما سه تا تیتون رو باید تو ذهنتون بمونه. trust the text، برای که اگر ما تکست رو از این اگه به اون دیالوگ معتقد نباشیم تمام بقیهش اصلا نمیشه اصلا امکان نداره. یعنی دیالوگ چیه؟ اون خونیه که در درون وجود تو هست. بدون اون خونه حرکت پا و حرکت چشم و حرکت لب و این اصلا معنی نداره. من فرض رو برای این گذاشتم که اون خونه وجود داره و هر دومون داریم راجع به اون خونه صحبت میکنیم و بعد حالا بریم سراغ بقیه اعضاش. ولی کاملا درست میگه، اون دیالوگ، اون تکست اصل کار هست. کار بعدی که انجام دادی چی بود؟ بعد از افجنایا من یه کار کردم روی چیز مرغ دریایی چخوف، سیگال. باز 2005 بود این کار. هدف این بود که داشتم فکر میکردم که جامعه امریکا داره به یه طریق از درون متلاشی میشه، داره به دیکی میره، به یک فساد نه ولی پوسیدگی. چرا؟ ریختن. برای اینکه ببین ما ارزش هامون رو داریم از دست میدیم توی امریکا.
نسل نسل‌های بعدی ما با توجه به اینکه تو حساب بکن وقتی که جامعه‌ای فکر می‌کنه که می‌تونه با فشار یه دونه دکمه بمب‌های 500 تنی رو بریزه رو سر خلق و تازه فکر می‌کنه که این اوکیه، این اشکالی نداره به خاطری که یه نفر از مهندساشون گفته نه ما فقط سربازا رو می‌کشیم، این جامعه به این فکر نمی‌کنه که وقتی بمب ریخته اونجا بمب انتخاب نمی‌کنه که فقط سربازا رو بکشه، بچه‌رو هم می‌کشه، می‌دونی پیرمردم می‌کشه. و این فکر نکردن یعنی پوسیدگی، یعنی از درون خراب شدن، از درون پوسیدن. و وقتی تو مرغ دریایی نگاه می‌کنی می‌بینی یه خانواده‌ای رو داره مطرح می‌کنه که از درون پوسیده، از درون داغون شده. خب پس اونو میشه برداشت، این تکست رو میشه برداشت و بستش داد به جامعه‌ای که ما داریم توش زندگی میکنیم. توی مرغ دریایی من تماشاچی رو گذاشتم، چیز رو استیج رو گذاشتم درست وسط و تماشاچی دو طرف بود. یعنی هر تماشاچی داشت صحنه رو نگاه میکرد، اون برای صحنه اون یکی دیگر رو میدید، اون یکی تماشاچی هم این یکی رو میدید. یعنی مجبور کرده بودن تماشاچی‌ها رو تو چش هم نگاه بکنن، در از فیلتر از شیشه این صحنه که داره وسط اتفاق میفته. به یه جور اون همزاد پنداری که ما تو تئاتر دنبالش هستیم به این ترتیب داشت انجام میشد که نه تنها من با صحنه همزاد پنداری میکنم، من با تو هم که اونور نشستی دارم همزاد پنداری میکنم. میدونی این کار 2005 بود. بعد از اون یک کار کردم به اسم Creation Project که اومدم یه داستان خلاقیت از تمام خونده هایی که داشتم از قبل ساختم، یه داستان خلاقیت شاید مثلا ننوشته شده ساختم که باز توی این مهمترین چیزی بود که ماها خودمون انسان‌های خدایی رو میآفرینن و بعد اینقدر این خدا رو میکشن این ور اونور که تیکه تیکه شده اون وسط. یه صحنه‌اش هست که داستان در تمام نمایش، یعنی یک ساعت و نیم نمایش، 120 کلمه بیشتر نیست، فقط 120 کلمه، تکست کاملا به مینیمم رفته و بیشتر حرکته. و اون وقت اون صحنه‌ای که این خدا رو حالا آفریدن و یه ارتباطی مثلا با دنیای بالا داره، بعد اینا اومدن اینقدر میکشنش به طرف خودش، مال منه مال منه مال منه، که این تیکه تیکه شده این وسط، این خدای بدبخت. تو در اینجا یه ناخونکی به مذهبم زدی. خب ببین مذهبم حضرت میخوام. خب ببین مذهبم چیزی ماست دیگه، مخلوق ماست. یعنی مذهب چیه جز این که خود ما خلقش کردیم؟ ما احتیاج داشتیم یه چیزی داشته باشیم، یه مذهبی خلق کردیم، بعد وگرنه چطوری که همه اینا ریشه‌شون برمیگرده به یه اسطوره یا دو اسطوره که چه ارتباطی با مذهب ممکن نداشته باشه. شما اگه افعی رو تو گیلگمش می‌بینی، همون افعی رو تو مسیحیت می‌بینی، همون افعی رو تو تورات می‌بینی، همون افعی رو تو قرآن می‌بینی. اگه نمی‌دونم قربانی شدن رو توی نمی‌دونم فرض کن داستان اسطوره‌های قدیم خیلی قبل از دین‌ها می‌بینی، همون قربانی شدن رو توی چیز ماجرای ابراهیم می‌بینی، همون قربانی شدن رو توی مسیحیت و توی اسلام می‌بینی. اگر نمی‌دونم خود آزاری رو می‌بینی، همینه. یعنی تمام تکرار افسانه هاست. دقیقاً. یعنی مذهب چیزی نیست به نظر من جز احتیاج ما به یه اعتقاد. میدونی وقتی ما به یه اعتقاد محتاجیم، این اعتقاد رو خلق میکنیم و هیچ اشکالی هم نداره، من اصلا ایرادی به این نمیگیرم، خیلی هم خوبه. ولی من مشکلم با اینه که هممون یک حرف بیش نیست و سخن عشق و این عجب که از هر دهان که میشنوم نامکرر است. حالا این سوی مثبت قضیه است، سوی منفی همین شعر اینه که ما از هر دهان که میشنوم میگیم مال منه. این خدا بالاخره یه دونه خدا که ما بیشتر نداریم که، این بیچاره مال ماست، مال شماست، مال اوناست. بعد چرا اینقدر ما همدیگر رو به خاطر اون داریم میکشیم؟ میدونی من شما رو کلک بهت میزنم، تجاوز بهت میکنم، شکنجت میدم، تیکه تیکت میکنم. چرا؟ چون خدا خودم رو صرف کنم، خدا من به خودت فرق میکنه؟ نه وقت من یه سوال دارم، خدایی که بی نیازه چرا اینقدر بابتش پول از این اون میگیریم؟
خب دیگه حالا دیگه داری حکم اعدام منم صادر میکنی. نه نه God has given you one face and you make yourselves another. You jig, you amble, and you lisp, and you nickname God's creatures, and you make your wantonness your ignorance. I'll look no more on it. It hath made me mad. I say, we will have no more. می گفتید خلاص بعد از این من یه کاری کردم روی نمایش ایرانیان آشیل که همونی بود که صحبتش شد که ما 6 صفحه نیویورک تایمز رو که تو هر صفحه 160 عکس قربانیان جنگ عراق رو چاپ کرده بودن بدون و مال نیویورک تایمز اصلا چاپ کرده بدون اینکه هیچ چیزی داشته باشه هیچ توضیحی بده من نمایش گذاشتم در مقابل این نمایشی است که مربوط میشه به قربانیان جنگی که واقعا هدفی جز اکسپنشنیسم جز امپریالیسم نداشت ببخشید و این برای من کاملا پولی بود که امریکا داره امروز میزنه امریکا به نظر من داشت اکسپنشن داره سعی میکنه یه امپریالیسم تازه داشته باشه و در این داره داغون میشه یعنی امریکا اکسپنشنیسم امریکا انبساط طلبی پروسه صدور نوعی از حکومت نوعی از دموکراسی به جهان و صدورش نه آموزشش نه نمیدونم یادآوریش بلکه صدورش به جهان چیزی نیست جز سرنگونی خود امریکا من میبینم که تو در مورد امریکا خیلی منتقد هستی آیا دلت واسه مردم میسوزه یا انتقاد جامعه قشر حکومتی رو داری؟ ببین من طبیعتاً چون دارم اینجا زندگی میکنم انتقاد من به این قشری از نوع قشر حکومتی نیست ولی نوعی از تفکره نوعی از تفکری که من اون تفکر ماچوی آمریکایی من باهاش مشکل دارم میدونی اصلا هم شوخی بردار نیست یعنی من نمیتونم من امیدوارم که دخترای من توی این تفکر ماچو بار نیان جوری نباشن که فکر کنن نه اینجا بهترینه نه هر چی ما میگیم درسته نه my way or the highway میدونی امیدوارم اینطوری نباشه باز برمیگردیم مسئله دیالوگ برای من جامعه موقعی زیباست که توش دیالوگ برقرار باشه ببین من وقتی که ایران بودم اون 7 سالی که ایران بودم تقریبا میشه گفت شاید 90% یا اینترویوهایی که میکردم یا چیزایی که مینوشتم همیشه توش این تیکه بود که تمایزها را پذیرا باشیم زیبایی انسان در اینه که در تفاوتاشه در اینکه من با تو متفاوتم حتی باهات مخالفم ولی با هم میتونیم بشیم حرف بزنیم دیالوگ اینه اینه که اگر من بتونم دیالوگ با همسرم داشته باشم زندگیم ادامه پیدا میکنه اگر زندگی من با همسرم به هم میریزه و میشکنه به خاطر که نمیتونیم با هم دیالوگ داشته باشیم حالا اینو بست بده به نمیدونم کلاس درسم جامعه هم نمیدونم بقیه جوامع میدونی ما چون ندیدیم حقیقت داریم در افسانه میزنیم چون دیالوگ نداریم داریم اصلا دیگه میشکنیم آره ولی بعضی از آدم ها اصلا نمیخوان به دیالوگ گوش بدن خب مشکل ما همینه مشکل ما همینه که بعضی از آدما فکر میکنن همه چیزو میدونن بعضی از آدما میدونن فکر میکنن که نمیدونم شاید منم جز اون آدمام واقعا باید یه نفر دیگه راجع به من قضاوت بکنه ولی من امیدوارم اونجوری نباشم امیدوارم فکر کنم که تو هم حق داری حرف تو بزنی و حق داری با من مخالف باشی زیباست ببین زندگی به نظر من زندگی که مرتب بر هارمونی قرار بگیره زندگی که مرتب بر یک نوع تز تفکر و توافق باشه توافق صرف باشه بورینگ خسته کننده است زیبایی زندگی اون موقعی که ما همدیگر رو به چالش بکشیم که من یه چیزی در فرم دیالوگ دقیقاً نه در فرم زورورزی آره نه زورورزی نه چالش دیالوگی یعنی من بتونم بگم آقا من اینجوری این رنگ من بگم این رنگو می‌بینی این رنگ بنفش تو بگی نه این رنگ بنفش نیست صورتیه و ما بریم بچرخیم ببینیم بنفش صورتی چه ویژگی‌هایی دارن از تو این چیز یاد بگیریم
یعنی من و تو بعدن بریم به یک آزمایشگاهی که بنفش و صورتی رو میشه توش ساخت. میدونی من چقدر چیز یاد میگیرم اونجوری؟ واقعا حرف جالبی زدی. من یه رنگی همیشه در نظرم هستش، بهش میگم قفایی راه راه با گلبوته های درشت. اون رنگ رو من نمیدونم چه شکلی میشه پیداش کرد. از شوخی من بیایم بیرون، کار بعدی چی بود؟ کار بعد از ایرانیان این کار اخیر من بود به اسم هملت ایران، که وقتی که من هملت رو داشتم میخوندم، سعی میکنم وقتی من نمایش رو میخونم سعی میکنم خودم رو بذارم جای اون نمایشنامه نویس، فکر کنم که خب اگه من، چون طبیعیه که من نمیدونم تو مغز اون چی میگذشته، هرچی هم بگم دروغ گفتم بی خودی میدونی چرته در حقیقت، در چی میگم خیلی خب اگه من این نمایش رو مینوشتم چی مینوشتم توش، چه چیزایی برام جالب بود. وقتی که من هملت رو خوندم دیدم که 3-4 المان رو شکسپیر توی نمایش مطرح میکنه که خیلی خیلی منطبق بر اتفاقاتی که در 2 اخیر در کشور من افتاده. میدونی من یه ایرانیم، درسته توی امریکا زندگی میکنم، ولی غم اون کشور رو دارم، غم اون جوونا رو دارم. من عاشق اون بچه هایی هستم که اونجا دارن توی اون خیابونا راه میرن، میدونی. خب دیدم شکسپیر تو هملت اومده میگه که هملت یه جوونیه که فکر میکنه اگر حاکم یه حاکم درستی باشه، اگه پادشاه پادشاه خوبی باشه، مردم بهتر زندگیشون میشه. خب بعد گفتم جوان 30 ساله، جهبلت 30 سالشه، میدونیم که جوان 30 ساله امروز چی فکر میکنه. دیدم جوان 30 ساله امروز تو مملکت من داره میگه نه 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 نه، دیگه دوران حکومت تک نفره گذشته، چه پادشاه باشه، چه ملکه باشه، چه خلیفه باشه، چه نمیدونم هر کسی، حکومت های تک نفره دیگه وجود نباید داشته باشن. حالا دوران حکومت مردم بر مردمه. حالا زمانی است که هر رأی باید شمرده بشه. حالا زمانی است که تفاوت‌ها باید با هم مطرح بشه. می‌دونید؟ به درچه هملت من یه جوونی شد که میگه درسته که پدر من آدم خوب بود، ولی اصلاً دیگه حکومت تک نفر مطرح نیست. آخر نمایش توی هملت ایران، هملت به هوراشیو میگه در حالی که داره میمیره، میگه پیام من رو به مردم بده. هر فرد، هر همشهری، هر شهروند یک رأی داره و این تعداد رأی هاست که باید حکومت بکنه. میدونی توی همین هملت میبینیم اوفیلیا یه دختری است، یه دختر جوان 14 ساله بیگناه دوباره هستش، که این دختر بین فشار وفاداریش به نسل گذشتش، به پدرش، اطاعت از پدرش و عشقش به نسل خودش، عشقش به پسری که دوستش داره، داره خورد میشه و اینقدر خورد میشه که این میمیره. حالا ما نمیدونیم این چجوری مرد. شکسپیر میگه این، ما متوجه شدیم که تو آبا غرق شدی، خودش خودشو غرق کرد، کسی غرقش کرد؟ اینو شکسپیر اصلا مطرح نمیکنه، یعنی کاملا مبهم میذاره. خب منم این برای من مرگ بیگناهیه، برای من جلوه مرگ بیگناهی در 2 اخیر ایران ندا آقا سلطانه. میدونی ندا آقا سلطان جلوه مرگ بیگناهیه. من اصلا با این کاراکتر، با شخص کار ندارم ها، ولی به عنوان یک موجودی که اونجا ایستاده به هیچ دلیلی، کشته میشه خب و میمیره، و آیا اون نگاهی که اون داره به من میکنه در آخر سر، آیا این نگاه این نیست که ببین من فدای بیگناهی شدم، من از بین رفتم؟ حالا 1000 گناه ممکنه کرده باشه تو زندگیش به من، چه میدونی، ولی اون لحظه برای من اوفلیا بود. یا نمیدونم فرض کن گرترود توی نوشته شکسپیر یک زنی است که به خاطر نجات کشورش، نه به خاطر عشق. ما هیچ جایی در نمایش شکسپیر نمیدونیم که گرترود عاشق کلادیوس باشه، اصلا این وجود نداره، می‌دونی، ولی می‌بینیم که گرترود تن داد به ازدواج با کلادیوس بعد از مرگ شوهرش و به سرعت هم این تن داد. چرا؟ چون توی اون نمایش اونجوری که من می‌خونمش داره حفظ می‌کنه نسل بعدی رو، داره مواظبه که نسل بعدی کشته نشه دست این کلادیوس پدر سوخته که همه رو ممکنه بکشه. برای من گرترود چی؟ کشور ایران.
کشور ایرانی که از یه شوهر به یه شوهر دیگه رفته. در نتیجه خیلی منطقی بود که من بیام صحنه‌ای رو که هملت داره با گرترود برخورد میکنه و بهش دوتا عکس نشون میده، می نگاه کن از این شوهر به این شوهر رفتی، این دوتا عکس مصدق و احمدی نژاد باشن. دوتا انتخابات میدونی در حافظه معاصر ما این دوتا عکس که هملت بشه نگاه کن تو از این آدم عکس مصدق به این آدم رفتی و با اون توصیف‌های خیلی زیبایی که شکسپیر از هر کدوم از این دوتا میکنه. I am a slave. Oh me, what hast thou done? Nay, I know not. Is it the king? Oh, what a rash and bloody deed is this! A bloody deed, almost as bad, good mother, as kill a king and marry with his brother. As kill a king? Aye, lady, 'twas my word. Thou wretched, rash, intruding fool, farewell. I took thee for thy better. Take thy fortune. Thou find'st to be too busy as some danger. Leave wringing of your hands, peace, and sit you down. And let me wring your heart, for so I shall if it be made of penetrable stuff. What have I done that thou darest wag thy tongue and noise so rude against me? Such an act that blurs the grace and blush of modesty. I me, what act that roars so loud and thunders in the index? Look you here, upon this picture. And on this, the counterfeit presentment of two brothers. See, what a grace was seated on this brow. Hyperion's curls, the front of Jove himself. And I like Mars to threaten and command, to give the world assurance of a man. This was your husband. Look you now what follows. Here is your husband, like a mildew deer blasting his wholesome brother. Have you eyes? Could you on this fair mountain leave to feed and batten on this moor? Have you eyes? You cannot call it love, for at your age the heyday in the blood is tame. It's humble and waits upon the judgment. And what judgment would step from this to this rebellious hell? ما اومدیم وقتی که حالا وقتی بهت میگم که همه چیز با هم باید وجود داشته باشه، من صحنه آرای هملت برای من این بود که دو تا در شرق و در غرب دو تا تخت گونه هست. یعنی تماشاگر که اینجا نشسته در جنوب ایرانه، نقشه رو زمین نقشه ایرانه، روی زمین نقشه ایران کاملا، تماشاگر در جنوب نشسته، یعنی بعد از آب‌های خلیج فارس نشسته، یک راه آبی وجود داره که خلیج که دریای خزر رو به خلیج فارس وصل میکنه، یه راه آب و واقعا هم توش آب وجود داره و چیز اوفلیا توی همین راه آب غرق میشه، هملت از همین راه آب میاد به عشقش میرسه، میدونی؟ و برای من این متافور این بود که حرکتی که در ایران به صورت ایزوله در اون آب‌های بسته مثل آب‌های بسته خلیج در ایران بسته اتفاق افتاد، در چیزشو تأثیراتشو در بعد از خلیج فارس دیدیم در دنیای خاورمیانه و شاید حتی از اون بیشتر خواهیم دید. خب تماشی در این جنوب نشسته داره نگاه میکنه، طرف غرب داره و طرف شرق داره و طرف غرب، هر دوی این دو طرف پلتفرم های هستن، یه چیزایی هستن که ریز شدن مثلا 3 فوت از زمین و این پلتفرم ها روی استخون و جمجمه انسان ها ساخته شده. یعنی تمام این تمدن شرقی و غربی که ما داریم میبینیم، تمام تمدن برای اگر ایران رو بخوایم در نظر بگیریم قبل از اسلامی و بعد از اسلامی، چون تاریخ ما واقعا تقسیم میشه به این دوتا و به اون دوتا سمبول اهورمزد با اون دوتا بال گستردش و سمبول چیزی که ما از الله داریم، تمام اینها بر این استخون این آدم ها ساخته شده. یعنی بر فنای دیگران یه حکومتی داره پیش میره. فرق نمیکنه این حکومت نمیدونم شاهنشاهی باشه یا حکومت اسلامی، این دوتا حکومت دارن میرن جلو و این دوتا حکومت با هم برخوردشون در کجاست؟ در شمال، در جایی که اون صحنه شمال هیچ چیزی زیرش نیست، میدونی؟ اونجاست که اتفاقا داریم، اونجاست که یک تختی هست که حالا هم میتونه منبر باشه، هم میتونه تخت شاهی باشه، همینا میتونه که این داره مرتب
قصب میشه. این یکی میگیرتش، نه اون یکی میگیرتش، این یکی میگیرتش، نه اون یکی میگیرتش. Here, sir, this. I have been sexton here, man and boy, 30 years. Here's a skull now. This skull hath lain in the earth 23 years. Whose was it? A horse on that fellas it was. Whose do you think it was? Nay, I know not. Ah, pestilence on him for a mad rogue. Poured a flagon of Rhenish on my head once. This same skull, sir, was Yorick's skull, the king's jester. This? In that. Let me see. Ah! Alas, poor Yorick. I knew him, Horatio. A fellow of infinite jest, of most excellent fancy. He hath borne me on his back 1,000 times. And now how abhorred in my imagination it is. My gorge rises at it. Here, hung those lips that I have kissed I know not how oft. Where be your jibes now? Your gambols, your songs, your flashes of merriment that were wont to set the table on a roar. Not one now to mock your own grinning. Quite chop-fallen. Prithee, Horatio, tell me one thing. What's that, my lord? To what base uses we may return, Horatio? Why, may not imagination trace the noble dust of Cyrus till he find stopping a bunghole? Were to consider too curiously to consider so. No faith, not a jot, but to follow him thither with modesty enough and likelihood to lead it. As thus, Cyrus died, Cyrus was buried, Cyrus returneth into dust. Dust is earth, of earth we make loam. And why, of that loam where he was converted, might they not stop a beer barrel? Imperious Caesar, dead and turned to clay, should stop a hole to keep the wind away. Oh, that earth which kept the world in awe should patch a wall to expel the winter flaw. But soft aside, here comes the king, the queen, the courtiers. Who is this they follow? And with such maimed rites, this doth betoken the course they did follow, did with desperate hand fordo its own life. 'Twas of some estate, catch me wild, mark. That is Laertes, a very noble youth, mark. What? The fair Ophelia? I loved you ever. 40,000 brothers could not with all their quantity of love make up my sum. ببین این جامعه در این وسط خورد میشه، این بیگناهی که داره از بین میره این وسط. حملته که داره با نهایت اعتماد میاد به معشوقش، میگه ببین برو، این جامعه اینقدر کثیفه که برو get thee to the nunnery، برو راهبه بشو، هم دورت پر از دروغه، برو جایی که کسی رو نبینی. و بعد یه دفعه میگه که پدرت کجاست. حملت میدونه پدرش کجاست، پشت پرده وایساده، میگه پدرت کجاست؟ و اوفیلیا یه لحظه مکس میکنه، میگه که خونه است سرور من. یه دفعه حملت منقلب میشه، تو هم به من دروغ میگی؟ تو هم به من دروغ میگی؟ میدونی؟ یعنی واقعا پل بین این و بروتوس تا همه سزار و نمیدونم برادری که برادر عزیز بسیجی من که با چماق یا چاقو یا گلوله میزنه خواهر خودش رو میکشه. این پل ها، اینا پایه های یه پل هن. من اون برادر بسیجی رو دوستش دارم، برادر منه، عزیز منه، اصلا گناهکار نیست. همون قدمون حق زندگی در اونجا رو داره که اون یکی دیگه که داره اعتراض میکنه بهش، ولی هیچ کدوم از این دوتا حق به کار بردن چاقو و گلوله رو ندارن. میتونن کلام داشته باشن، حق کلام رو دارن. میدونی این به هر حال این کار آخر من بود که افریل گذشته روی صحنه بود. There with fantastic garlands did she come, of crow flowers, nettles, daisies, and long purples, that liberal shepherds give a grosser name, but our cold maids do dead men's fingers call them. There on the pendant boughs, her
coronet weeds clambering to hang, an envious sliver broke. When down her weedy trophies and herself fell into the weeping brook. Her clothes spread wide, and mermaid-like, a while they bore her up, at which time she chanted snatches of old tunes, as one incapable of her own distress, or like a creature native and endued unto that element. But long it could not be, till that her garments, heavy with their drink, pulled the poor wretch from her melodious lake to muddy death. زیاد حرف زدم. نه 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 بسیار بسیار بهره گرفتم و بسیار بسیار چیز یاد گرفتم. در این مقابله‌ای که می‌کنی از جهت نشون دادن دراما و مونولوگ‌ها و دیالوگ‌هایی که می‌تونه مربوط باشه از ادبیات به امروز، یعنی از یعنی کلاسیک رو پیوند میدی به جامعه امروز و بسیار مدرن هم اون رو عرضه میکنی، نصیحت هم میکنی؟ نه نه، من کیم که نصیحت کنم؟ کار من نصیحت نیست. خط مشی هم نشون میدی؟ نه، ببین من معتقدم که من اگر بخوام اسم خودم رو هنرمند بذارم، کار من گذاشتن آینه در مقابل جامعه است. جامعه خودش رو توش نگاه میکنی. من هیچ کسی نیستم که بخوام نصیحت بکنم یا بخوام نمیدونم خط مشی بدم. من دارم نشون میدم که آقا چه اتفاقی داره برامون میفته. تو یه آدم سیاسی هستی؟ همه ما آدم های سیاسی هستیم در حد خودمون. من آدم... سیاست مدارا و نه. کسایی که سیاست هستن دوست دارن طرز تفکر خودشون رو تلقین بکنن. من اینجوری نیستم. اصلا نمیخواد، دلم نمیخواد که به کسی بگم که من درست میگم و بقیه اشتباه میکنن. کاری که دلم میخواد بکنم اینه که فقط آدم ها رو تشویق بکنم که با مخالف خودشون صحبت بکنن. من امیدوار هستم اگر روزی، واقعا اینو صادقانه میگم سهراب عزیزم، که اگر روزی آرزو بکنم که چیزی از من باقی بمونه، امیدوارم این باشه که بگن محمود دلش میخواست آدم ها با هم حرف بزنن. میدونی؟ برای که اگه ما بتونیم با هم حرف بزنیم همه مشکلات حله. تو در فرم هایی که متون کلاسیک رو ربط دادی به اجراهایی بسیار مدرن، کاری رو کردی که من دارم لمس میکنم که همین اتفاقاتی رو که امروز در خاورمیانه و جهان مسلمان بیشتر داره اتفاق میفته، حرفشون همینه، همین حرفایی که تو زدی. امیدوار. همین حرفایی که تو در نمایشات زدی. مصر جوانان گفتن رأی دیگه فردی نیست. درست. همه ما باید حق داشته باشیم. در لیبی دارن همینه میگن. درست. در سوریه دارن همینه میگن. درست. و بعد ببین حرکت سبز ایران هم همینه میگن. دقیقاً دقیقاً. ببین من برای هم میگم حملت ایران، برای اینکه حملت به نظر من، حرکت سبز ایران به نظر من حرکت بسیار بسیار زیبایی است. اصلا هم معتقد نیستم که این حرکت داره توسط آقایی مثل مثلا موسوی، آقای مثل کرویده رهبری میشه. اصلا اینجوری نیست. این حرکت اتفاقا زیبایی حرکت در اینه که رهبر رو پیش میبره. یعنی کسایی که قرار رهبریش بکنن خودشون عقب‌تر از حرکتن. میدونی حرکت داره جلو میره. ما به دورانی رسیدیم که جامعهمون، جوونمون فهمیده که احتیاج به دیالوگ داره. ببین سهراب، من وقتی میرم ایران و بچه ها رو میبینم، اینقدر این نسل تازه قشنگ میتونن با هم حرف بزنن و قبول بکنن که با هم مخالفن، ولی میتونن با هم دوست باشن، میتونن با هم یه جا زندگی بکنن، هم خانه بشن ولی هم فکر نباشن. میدونی اینقدر اینو خوب میدونن که من نسل من نمیتونست اینو ببینم. پس نسل جوون امروز خیلی عاقل‌تر از من و توه. کلمه خیلی خیلی کمه. نسل جوون امروز خیلی بالاتر از من و تو داره فکر میکنه. خیلی بالاتر از من، تو رو نمیدونم، نه حتما، ولی از من خیلی بالاتر داره فکر میکنه. و شاید
برگردم به اول صحبتمون، شاید دلیلش اینه که این نسل سنت حالا رو شناخته، این نسل رفته اون تو و کاملا کشیده. شما ببین یه چیزی حدود 2000 گروه موسیقی زیرزمینی تو ایران داریم. خب ببین این بچه ها از آخرین ژانرهای موسیقی، از رپ، از غیر استفاده میکنن، ولی چی دارن میگن؟ حرفی که به سنت قبلی خودمون برمیگرده و همه چیز هم اطلاع دارن و از همه چیز هم اطلاع دارن، هر اتفاقی هر جا میفته اطلاع دارن، میدونن. برای که ببین ما دیگه مرز نداریم، دیگه ما در دنیایی داریم زندگی میکنیم که آقا با یه فشار، یه دکمه تو تمام چیزا میاد جلوت. چطوری میتونی جلو این آدمو بگیری؟ چطوری میتونی جلو این جوونو بگیری؟ البته تنها راهی که میشه اینه که بکشش، بهش تجاوز کن. چند تا میخوای بکشی؟ من چقدر میتونی بکشی؟ ببین یه چیزی جالب اینه که ما هنرمندهای خوب ما آینده نگرهای خوبی هن. به نظر من شاید باز تعبیر خیلی آوانگارد من از این باشه، ولی صدای پای آب میدونی که سهراب این رو ازش حرف میزنه، کاملا حرکت امروز جوانهای ایرانه. آب به هیچ وجه ایستا نیست. تو بزرگترین صخره رو بذاری جلوش، راهش رو پیدا میکنه و میره، میدونی، و روند است. و این صدای پا که بسیار هم ممکنه خاموش باشه، بسیار هم ممکنه نرم باشه، ولی تداوم داره. این زیباست برای من، من این تداوم رو میپرستم، میدونی. من امیدوار هستم که توی زندگی خودم تداوم داشته باشم، هر چند که حرکتم به یه اوج نرسه اصلا مهم نیست، مهم اون رفتن تو مثل آبه، روون بودنه، روان بودن و ایستا نبودن. محمود در یکی از نمایشات گفتی که من تئاتر رو روی صحنه گذاشتم و تماشاگرم رو گذاشتم در دو طرف صحنه که این تماشاگرها به همدیگه نگاه کنند و از نگاه همدیگه چیز بخونن. من و تو الان دراما، حرکت جوانهای امروز، تاریخ کلاسیک و به وجود اومدنش به صورت نمایشنامه رو گذاشتیم بینمون و اینقدر صحبت کردیم، این همه صحبت کردیم، من و تو در کجا ایستاده ایم؟ از هم چی یاد گرفتیم؟ من از تو خیلی یاد گرفتم، تو رو نمیدونم. من وقتی به تو نگاه میکنم، وقتی میبینم که تو یه لبخند میزنی توی یه صحبتی که من دارم میکنم، میفهمم که با من داری همخونی میکنی، میدونی؟ داری با من همراهی میکنی. وقتی میبینم که چهرت دژم شد، میبینم که آها یه جایی یا من خودم رو مفهوم نکردم، یا تو منو داری اشتباه میگیری، یا من دارم اشتباه میکنم، میدونی؟ و درچه سعی میکنم بیشتر راجبش صحبت کنم. درچه من و تو همین تو همین دو ساعت من از تو خیلی چیز یاد گرفتم، خیلی چیز، و امیدوارم که این چیزی که از تو یاد گرفتم فقط در من نمونه، میدونی؟ اتفاقا منم همین رو میخوام بگم، منم از تو خیلی چیز یاد گرفتم، ولی یه چیز دیگه هم من به نتیجه رسیدم و اون دیالوگه که من و تو دیالوگمون رو با هم دیگه برقرار کردیم، اگرچه دو تا آدم کاملا متفاوت هستیم. محمود جان خیلی از گفتگوات لذت بردم. قربونت برم، متشکرم ازت، خیلی متشکرم سهراب جان. واقعا منم خیلی خوشحال شدم که با هم صحبت کردیم و با نهایت سپاس از بیننده های نازنینت، واقعا با نهایت سپاس. محمود من نمیدونم به حساب خوشبختی خودم بگذارم و چی بگم، ولی خوشحالم که این دفعه که تو در لس آنجلس بودی من دو بار شانس آوردم که با تو بشینم و الانم توی یک کافه، یک محل که یک ایرانی تأسیس کرده نشستیم که او هم دستن در کار فیلم و سینما و این ماجراهاست. در فرصت دیگری او رو باش گپی خواهم زد. این سوره فیلم در حقیقت شانس منه، یعنی واقعا من همیشه آدم خوششانس بودم تو زندگیم و این دفعه از خوششانسی هم یه ذره خوششانس‌ترم، به خاطری که هم در رستوران رافق پویای بسیار نازنینم هستم که از اساتید سینمای خودمون هست، و همین که در حضور تو دوباره دارم صحبت می‌کنم. محبته دیروز نشد زیاد راجع به موضوع دیگری که میدونم در موردش کار کردی و اون صلح جهانی است باهات صحبت بکنم. میدونم که
دنبال این ماجرا رو گرفتی، به اسرائیل رفتی و بعد به فلسطین رفتی و این فیلم رو ساختی، ولی در اصل رفته بودی اونجا برای کار دیگر. ماجرا رو برام تعریف کن. خب ببین، ماجرا خیلی جالب اتفاق افتاد، یعنی مثل اغلب چیزهای دیگه واقعا حادثه پیش اومد. من میدونی که یک چند سالی هست یک کورس رو دیولوب کردم که تدریسش میکنم به اسم ایجاد صلح از طریق هنر، Peace Building Through the Arts. بعد این کورس خب من رو با خیلی آدم های جالبی آشنا کرد، از جمله چند نفر از کسانی که چه از اسرائیلی ها و چه از فلسطینی هایی که سال هاست، واقعا سال هاست که دارن برای صلح این دو منطقه کوشش میکنن و به خصوص هنرمنداشون. دو سال قبل من سال مرخصی تحقیقاتیم بود، همونطور که میزینی ما یک مرخصی تحقیقاتی بعد از هر چند سال تدریس داریم، سال مرخصی تحقیقاتی من بود و من یک بورسیه گرفتم که برم توی اسرائیل و فلسطین و با بازیگرهای فلسطینی و اسرائیلی در اون منطقه یک کار تئاتر بسازیم. وقتی که رفتم اونجا متوجه شدم که میشه بازیگرهای فلسطین و اسرائیل رو کنار هم گذاشت، ولی نه در سرزمین فلسطین و نه در سرزمین اسرائیل. این کار میشه در نیویورک کرد، میشه در برلین کرد، میشه در پاریس کرد، ولی اونجا نمیشه. محیط اجازه بهشون نمیده یا جامعه اون منطقه؟ ببین، سیاست، سیاست منطقه، در منطقه، سیاست دو کشور خودشون با هم بسیار دوستند، با هم میخوان کار بکنن. محیط یک زمینه رو براشون مساعد میکنه، ولی سیاست ها طوریست که مثلا برای فلسطینی که بیاد این طرف دیوار باید انواع و اقسام اجازه ها رو بگیره، اجازه های قانونی رو، و این اجازه ها صادر نمیشه. تازه اگر هم صادر بشه، اون سربازی که دم دیوار بایسته میتونه بگه قبول ندارم، راد نمیدم، به همین سالی و میتونه طرف اونجا بمونه. برای اسرائیلیه، اسرائیلی ها میرن اون طرف، دوستان من کارگردان تئاتر، بازیگر تئاتر میرن اون طرف، دوستان فلسطینی خیلی زیاد دارن، با هم نهار میخورن، شام میخورن. ولی اگر این یه اتفاقی براشون بیفته، مثلا ماشینشون تصادف بکنه، دولت اسرائیل میگیره و پدرشون در میاره که چرا رفتیم. یعنی عملا با یه پاسپورت غیر اسرائیلی میرن، با یه پاسپورت مثلا امریکایی یا چی. خیلی مشکلی بود. بعد از 3-4 ماه که من تلاش کردم و با این دو تا گروه صحبت کردم، دیدم که اصلا این کار امکان پذیر نیست. بعد فکر کردم که چقدر جالب، اینا همدیگر از توی این دیوار دارن میبینن، درست مثل اینکه دیوار شیشه باشه و واقعا دارن با هم در تماسن. میدونی به خصوص دنیای امروز که اینترنت داری، نمیدونم اسکایپ داری، این تمام جوان ها، تمام هنرمندا با هم دیگه داد و ستد دارن میکنن. آره، مرتب، علی رغم آنچه که سیاست های منطقه واسهشون میگه، اصلا کاملا بی ربط به سیاست های منطقه. جووناشون، کارکنان صلحشون، نمیدونم، حتی من نظامی های رو باش آشنا شدم که با نظامی های اون طرف مرتب هر روز در تماسن، تلفن، پای تلفن دارم با هم حرف میزن. یعنی کاملا هیچ چیزی جلوی اینا رو نمیگیره مگر دیوار که جلوی حضور، تماس حضوری اینا رو میگیره. در چی من گفتم خب در دنیای سینما هم میتونیم این کار رو بکنیم. دوربینم رو برداشتم، رفتم اونجا و با 4 تا فیلم بردار، این اصلا ایست جالبه، من 4 تا فیلم بردار داشتم در 4 منطقه مختلف، به خاطری که مثلا فیلم برداری که توی بیت لحم زندگی میکرد، فلسطینی بود، نمیتونست بیاد توی اسرائیل فیلم بگیره. در اینکه اگر من میخواستم با اسرائیلی مصاحبه بکنم، باید یه فیلم بردار توی اسرائیل میداشتم. فیلم برداری که توی تل آویو بود، نمیتونست بره توی محله عربای اسرائیل فیلم بگیره. در چیه کارگردان اسرائیلی که توی محله عربا داره کار تئاتر میکنه، مجبور بودم یه فیلم برداره مال اون محله رو براش ببرم. ما اومدیم با اینها، فرض رو بر این گذاشتیم که آقا این دیوار از شیشه ساخته شده، حالا تو چی میبینی اون برش؟ و این صحبتی که اینها راجع به هم دیگه میکنن اینقدر زیباست، اینقدر عشق به همکاری بین ایناست. یعنی وقتی شما فیلم رو نگاه بکنی، حتی الان که من فقط کپی اول فیلم رو در حقیقت ادیت اول فیلم رو تهیه کردم،
نگاه که میکنم میبینم ما نظر مخالف اصلا توی این فیلم نداریم. همه چه فلسطینی، چه اسرائیلی، چه عرب اسرائیلی، چه نمیدونم یهودی یا مسیحی فلسطینی، همش میگن ما اصلا مشکل نداریم، ما میخوایم با هم باشیم، میخوایم با هم کار کنیم. هر دو تا گروه دارن میگن این دیوار احمقانه ترین چیزی که ممکن وجود داشته باشه. میدونی هر دو تا گروه دارن میگن که اصلا ما مسئلهمون مسئله دو تا گروه، دو تا جامعه است که با هم میتونه کنار هم زندگی بکنه. حالا دو تا نظر اینجا هست، یه عده که واقعا هیچ نظری هم بیشتر از اون یکی دیگه نیست، یه عده معتقدن که اصلا نباید سرزمینی باشه بلکه یک سرزمین باید به اسم اسرائیل فلسطین وجود داشته باشه و همونطور که سالها کار کردن همه همونجا با هم زندگی بکنن، یعنی همسایه عرب و همسایه اسرائیل. یه گروه دیگه هم میگن نه، حالا به خاطر مسائل سیاسی که پیش اومده و مسائل جغرافیایی ما بیم دو تا استیت داشته باشیم، دو تا کشور داشته باشیم، کشور فلسطین، کشور اسرائیل، ولی دیواری نباشه مثل همه جای دیگه، یک مرزی باشه که از توش رد بشن. میبخشید نگهت میدارم فقط برای اینکه اینجا میخوام ماجرایی رو که دیروز برای من صحبت میکردی بهش اشاره بکنم. دیروز وقتی داشتی راجع به دیوار برلین صحبت میکردی مخالف بودی و میگفتی این دیوار برداشته بشه خیلی چیزا به هم خورد و بد بود. در این مورد چی وقت میخواهی؟ ببین من دیروزم که گفتم این دو، منظورم این نبود که دیوار سیمانی برداشته نشه، منظورم دیوار سایکولوژیکالی بود که بین این دوتا بود. ترجمه میکنم خوشحالم که اینو مطرح کردی برای که حالا میتونی روشنش کنی، چون دیوار سیمانی همه جا بده ولی در چه ریختن دیوار سیمانی خیلی چیز خوبیه، ولی در حالی که این ریختن دیوار سیمانی یک پشتوانه روانی داشته باشه که از لحاظ روانی هم آدم ها بتونن با هم دیگه در تماس باشن، یعنی دیوار روانی وجود نداشته باشه، اینجا هم دقیقا همینه. حالا اینجا اولا که دیوار یه فانکشن کاملا متفاوتی داره، دیوار فانکشن اصلیش اینه که تا دلت بخواد زمین از فلسطینی‌ها گرفته بشه یا به اسرائیلی‌ها داده بشه. یعنی شما حتی مرز رو که نگاه می‌کنی، من اول این فیلم دارم که نقشه چیز مرز دو تا کشور فلسطین رو دارم و بعد خط دیوار مشخص میشه، یه دفعه می‌بینی دیوار میره وسط چیزی کشور فلسطین و یه تیکه که هیچ ارتباطی به اسرائیل نداره دور می‌زنه، یعنی با گردن کلفتی کامل. یعنی شما یه دیواری رو گذاشتی تو خونه یه نفر، دیوار اومده طرف رو اتاق خوابش رو از اتاق مهمونخونه‌اش جدا کرد. باور نمیشه این واقعا، من ازش تصویر دارم، یعنی خود رفته درست وسط خونه طرف اتاق خوابش یه بره، اتاق مهمونخونه‌اش یه بره و این بیچاره مونده که حالا من تو این قسمت خونم زندگی کنم یا اون قسمت کنم. Hello, my name is Mahmoud. I am from Iran. I live in America. I went to Israel to meet the enemy. I found friends. My friends told me the enemy lives on the other side, beyond the cold gray wall. I went to Palestine to meet the enemy. I found friends. I tried to bring my friends together. The wall stood in the way. I talked with my friends one by one. Together we made the glass wall. I feel like a fantastic dream is destroyed by narrow mind, stupidity, possessiveness, egoism, lack of vision, lack of kindness, lack of compassion, lack of human understanding, and no imagination. Our art here, as you know, is imagination. And I think politicians, they are our politicians. Definitely, they are not artists. They are not artists, they are probably can play football tactically, but they don't have enough imagination, a vision, a dream. They can't declare I have a dream. We had a dream. I think the Zionist idea is fantastic. As far as it doesn't hurt, it's not on the account of other people. I'm ready to stand on stage in front of a Jewish Israeli, even if he's or she is a Zionist,
to stand there and to look in her eyes and to debate with her. In an artistic concept. No one in Ramallah is waiting for me. There is no call that I can feel from the other side. I really would like to have this contact with Israeli artists. I think that the role of the theater is really to give us a sense of what is possible in the future, rather than what is now. So to me, the theater is really about the future more than anything, which means it has to show me some options or a different kind of thinking than my own right now. حالا اومدیم مثلا میگیم که به اسرائیل جوانای اسرائیل و فلسطین هماهنگی هست. پس فقط سیاست دیگه اینا اصلا جدا کرده. اینا خودشون نمیتونن صداشون رو بلند کنن. چرا؟ هر روز شما چه در دفاع، چه در مالا و چه در تلویزیون و چه در جاپا هر روز شما اعتراض دارید. دانشگاه تلویزیون یونیورسیتی اف تلویزیون پر از جوانایی که دارن اعتراض میکنن. نمیدونم شما هر جمعه توی یک شهری به اسم بیلین یک دهکده فلسطینی به اسم بیلین توی این دهکده فلسطینی هر جمعه که میرن بعد از ظهر اعتراض هست و ملت میرن فشار میرن از اونجا همین سنس دیوار قصد باشن میرن این سنس رو میزن و جالب اینه که با تیر هست این حرفا که میزنن گازه اشکا باید میزنن بیشتر کسی که مجموع میشن اسرائیلی هست برای که اسرائیلی هم تو مردن اون بردارن اعتراض میکنن به دولت خودشون و چون حس میکنن اسرائیلی هم پس میتونن برن تو رو میدونی به تیر گستان دار برن تکلیف یه آدمی که بخواد زندگی بکنه چی؟ ببین واقعا زندگی سوای لحظاتش وجود نداره وجود نداره شما وقتی که مثلا از خونه خود تا خونه دختره که قبلا با 10 دقیقه راه رفتن میرفتی حالا 2 ساعت مانن بیرو کنی باید بری به چرخ دارستی خب این اصلا معنی نداره شما این که پدر و پدر و پدر و پدر تو میدونم یکی که الان افتاده وسط اسرائیل به دنیا آمدن زندگی کردن خیلی کم اونجا به دنیا آمدی حالا رفتی انداختن بیرون تمام دموکرات اونجا چجوری میخوای با این صدا بود بشه دخترم بود میخواد ازدواج کنه نمیتونی بری اونجا چون سربازه به اجازه نمیدن بری به سرم اون از دانشگاه به افار رو تحصیل شده نمیتونی بری افار رو تحصیل شده کسی میتونه راحت زندگی درست مثل اتفاق توی کشور خودمون داره میتونه این رژیم ها متاسفانه به زندگی خصوصی مردم کار میکنن و تاثیر میذارن بخیلی یه جالب برای بگم وقتی میره توی چیز لبنان یا توی فلسطین به هیچ وجه هیچ محدودیت های حجابی که در ایران میبینیم نیست به هیچ وجه توی لبنان در سرزمینی که توسط حزب‌الله داره بشه میشه میتونن باشه یعنی در کنار یه نفر که کاملا با بکینی داره میره توی ها یه مهاجم هستش که کاملا توشه همه هم دیگر میپذیرم همه هم هم دیگر دیگر توی فلسطین که در بکنم توی از مالین دو جور بکنم بیشتر از اونجا بیدفتن مسیحی داری یهودی داری مسلمان داری و مسلمان با حجاب داری مسلمان بی حجاب داری مسلمان دکلت پوش داری مسلمان کاملا و همه دارن در آزان سیدی میکنن چقدر خوشحالم ارمان بازم متشکرم